الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمنين خدا برادران اسلامي همتون به خانه خدا خوش آمده صفای پیشگیر برادران عزیز برای که خانه یکم به پرگ خالیه همین قدر که شما جوز شینه و جمع بیایی رحمت خدا میقدر نزدیک میشوه پروردگار همیشه پریشانی و پراکندگی را بد میبینه حدیث رسول اکرم است صلی الله علیه و سلم که خداوند پراکندگی و پریشانی را بد میبینه همیشه پراکنده نباشه جمع باشه پر به پر هم شینه تا اینکه از بدن بسیاری شما رحمت خدا میبیاد تا همین مجلس نورانی شود برای همین نزدیک شینه هم به علم نزدیک هم به رحمت نزدیک هم به دعا نزدیک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره آل عمران پاره سیم قرآن آیه های رقم 18 و 19 درباره دین ما رسیدیم درباره چی عزیزا درباره دین خب شهید الله انه لا اله الا هو ما در این آیت که شهادتی میدید و زیباگی و پررشدن حکم خدا و از همه نعمت که همه ما خلقش از او شهادتی میتیم که او یگانه است خدای یگانه است هر کسی که بینی آفرید معلوم است که برای او بینی بوی کشیدن هم همو بوی فهمیدن هم همو آفریدگی است هر کسی که شش آفرید معلوم است که اکسیژن هم همو آفریدگی است که با شش مطابق است اگر یک کس شش آفره و یک کس اکسیژن اینو با یک دیگر موافق نمی بیاین معلوم است که هر کسی که لب آفرید برای این لب تلفظ هم همو آفرید هر کسی که دندان آفرید چی برای دندان خویدن در کار هموش هم همو آفرید معلوم است که کسی که چشم داد روشنی را هم همو داد این چشم به همو روشنی مطابق است برای همین هر کسی که همه اسباب ساختگی هست چی در همین مطابقه او میدونه او مهنت میکنه چی برای ما مطابقه او میدونه انا همین یگانه های او ملائکه ها داره او صاحب علما داره که علما و خودش صاحب علم های او را حکمتش به عدل قایم های او معبودی بر حق های او غالب های او حکیم های یعنی که هر یک چی را جا به جا میمونه معنی حکمت چی بده است؟ جا با جا موندن هر یک کار این دین عند الله الاسلام حقیقتا دین نزد خداوند اسلام است یعنی دین چی بده عزیزا جزا راه و روش دین بده کسی گوان که دین چیست راه روش جزا معنی جزا رو فهمیده یا به نیکی جزا میتیه یا به بدی همینا دین میگفتستیان خواب اکنون نزد مفسران دین تقسیم میشده به سه قسم سه چیز جمع میشده و آدم دیندار میگفتیم سه چیز جمع میشده و دین پیدا میشده یکمش عقاید بده دویمش احکام در عقاید چی میدر آمده است؟ خداشناسی، پیغمبرشناسی، ملائکشناسی، قیامتشناسی، تقدیر نیکی و بدی، ترازو، بهشت، دوزخت کتاب های آسمانی اینا را نامش چی میگفتن عزیزان؟ نامی را عقاید میگفتن یا علم توحید میگن یا عقیده میگن یا الهیات شناسی میگن اساس دینداری یک تش همین بده دویم دینداری احکام احکام در چی میدار آمده یکم؟ حلال حرام شبهه فاسد باطل مباح اینا احکام هم شریعت به انامینا رسته عزیزان یک چیز حلال میگن یک چیز حرام میگن راستی حلال های دروغ چی های؟ حرام های هر چیزی که حرام های در وجود او عزیزان یا مفسده های همون کار فاسد های من شما در وجود زنا میدونه که فاسد کاری های چخل فاسد کاری های فاسد کاری شدش همین های که زنا که شد فرزندای به پدر به دنیا میبیاد زن قدر پیدا نمیکنه کسلی های حلاک بار کسلی های تبابت نشونده به میان میبیو از همه چیزی بعد امین است که خاندان ها مونده دست دراز میکنن خاندان یک کس دست دراز میکنیم ایره میگن فساد برای همین در وجود زینا فساد بده است با هر چیزی که در وجود او باطلیت های فساد های بی قیمتی های بی قدری های ضرر های او چیز حرام های
شریعت یگون چیز بیهوده حرام نمیگه عزیزو. اسلام میگه خوک حرام ای ناو کار کرده میبراین که در ترکیب گوشت خوک باکتریه های بده است که نام او تانیا بده است، آدم زود پیر میکرده، نسل نس میکرده، غیرت مرد از بین میبرده. ولی 1400 سال بعد ناو اروپایی را کار کردیم برو مدستیم، ولی 1400 سال بعد بزرارش میفهمم. نکه اسلام میگه که نخره در وجودش کیر میبوده است که بجوشاندن و پزاندن نمیمرده است، آدم داریم خیلی ضرارو میوارده است. یا دیگر جاندارهایی که با نام چیان؟ با نام صاحب عشق. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را امر کردن که لا تاکلو کل ذنابین، یگان درنده صاحب عشق نخره. گفتن چی با؟ گفتن صاحب عشقا وقتی که تمام مردار میخرن، پستی میخرن، افلاسی میخرن، از او پیدا میشه لعاب دهنشان، ای لعاب دهن پیدا میشه خون، ای خون پیدا میشه گوشت، ای گوشت پیدا میشه من همه حاصل انواها. وقتی اینه که انسان میخره مردار خوردگی همو را میخره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی گوشت خود مرده را میخره، مردار را میخره، یعنی که حرام شده را میخره، یعنی مرگش مرگی مشرکه. نگه مشرکو میمره میروه قلب چقدر سخت میشده. یعنی اسلام همه را میبینه، همه طرف میبینه که او چی ضرر داره. او را میگن عزیزا حرام. شبه را دیر گفتم، هر چیزی که در وجودی او شبه های، نمیدونی او را کی کشته های، نمیدونی او را چخه تیار کرده هن، نمیدونی که او را چکار کرده است هن. حتی همه آدمای پیشتره مثل علمای پیشتره آدمی به طهارت خوراکش نمیخوردن، همون در شبه داشتن. حتی که انسانی به نماز است الکلش نمیخوردن، با وجه که درست های در همون چی داشتن عزیزا. بعد شبهه داری نکم و کورا ای نقطه نظر دین شبهه های همین نمی فراتا. قرآن گفته است که به نماز جهنم نمی آید، همین آیت دلیل می گرفتن. حتی که به نماز حولش نمی در اومدن، حتی به نماز هم ساری روش در اون نقلتا گفته و اینگو نمی کردن. برای همین که شبهه ها هسته، شبهه در دین مثل امروز انواع خراک ها، دلت نمی بردار خوردن همه مسکره، دلت نمی بردار خوردن همه گوشت. نک پیغمبر صلی الله علیه و سلام فرمودن که هر کس شبهه را احتیاط کنه قلبش دینش سالم میمونه، یعنی دعاها قبول میشده. حرام نیست شبهه های ما، نمیدونیم که امور چخل کردیم، ما نمیدونیم که امور چخه تیار کردیم. اینا میگن عزیزا احکام باد فاسد اون چیزی هستن که با پررگی همو ایسر آدم ساقط میشوه، نگه ثواب نداره. من یک آدم در نماز های یک آدم سلام میتیه، سلام این آدم در نماز علیک میگیره. وقتی سلام این را که علیک میگیره او در نماز های، نمازش چی میشه عزیزا؟ فاسد. ایسر ساخته نماز قضایی نمیخونه، لیکن یکون ثواب نداره. باطل یعنی بپرگی ریشکن. بپرگی چی؟ ریشکن. یک آدم نماز ها میخونه اما رکوع سجود نمیکنه. رکوع سجود در نماز فرض نماز های. یا قیام فرض نمازه، همینه یک تشه نمکه نمازش چی میشوه؟ باطل. یا آدم رمضانیه زنش قطعه خواه میشوه، روزه چی میشوه؟ باطل. با پرگی از بین میروه. این هم میگن باطل، یعنی با پرگی نه ثواب داره، برعکس در گردن قضاییه. یا آدم حج میروه هفت پیش خونه خدا را دور میزنه، احرام بستگیه، دو فرض حج اجرا شده، ولی وقوفی به عرفات نرفته که زنش قطعه خواه میشوه. وقفی به عرفات رفته چیکار میکنه؟ زنش قطعی خواه میشوه. حج چی میشوه؟ میبیه عمره میکنه، از احرام میبره، سالی دیگه میبیه قضای حج میداره، حج در گردنش قضایی میمونه. یا چی را میگن؟ مباح. مباح امرهای هسته که امروزه روو های من امروزه گزواده ها را علما در چی میگنه مشان؟ مباح. ما نمیدونیم مورو چی تیار میکنن، نگه خوردنش رخصت میتیم. برای که مس نمیکنه، آدم فساد نمیکنه، اگر دکتر گوه که ضرر نداره، همینا رو علما مباح میگن. من امروزه در تمام بلاد که ما میگردیم از خوراکوش و از چیزهایی که ما را مدهوش نمیکنه، ترکیب او چیزهای حرام نداره، علما هم را چی میگن؟ مباح. حتی نان اهل کتاب، حتی که مقصد دیگم نان شه، حتی که چای شه، حتی که میوجات شه، وقتی میپرسی دم حوالش میدره اجازت میده خوردن، همون چی مباح. گناهگار نمیشه آدم،
آدم چی میشه؟ گناهگار نمیشه. من امروزه همه انامین او کال و دارو و سپیرتوی که در بدن ما میشه کن همه هم در چی میدرویم؟ مباح برای سلامتی هم حفظ سلامتی هم فرض هست. این در ما گناه نمیگیریم. انا این احکام شرع میگن. کسی میپرسه دین چیست؟ انا دین عقاید احکام سیمش چی بده است؟ اخلاق. اخلاق از احکام و عقاید بسیار گفتن، نه که من اخلاق کسی چیزی گپ نمیزنم، ای اخلاق چیزی گپ نمیزنم کسی. اینک لعلا خلق عظیم، چیزی پیغمبر بزرگ بوده اخلاقش. اخلاق عزیزان از کلمه چی گرفته میشوه؟ از کلمه هر دی ریشش از چی کلمه چی گرفته میشوه؟ خلق، آفریدن. خداوند خالق و ما چیم؟ مخلوق. اگر اخلاق راجع به سوی آدم داده شود، همی خلق نامی او را میگن اخلاق. اگر همی خلق راجع به سوی خدا داده شود، گوان که اگر خدا را خلق گفته شود، نسبت خدا حتما انمی کلمه را استفاده میبریم که او خالق های، او آفرنده های. اما نسبت ما داده شود او را چی میگیم عزیزان؟ نامش چی بده او را؟ اخلاق. اسلام تربیت میتیه، اسلام اخلاق نمیتیه. اسلام چی میدادای؟ تربیت میدادای. اسلام اخلاق نمیدادای. اخلاق کی میدادای؟ خودی آدم در خودش. من همی تریزه را کی اخلاق کردای؟ کی آفریده میره؟ آدم. ایشه کی آفریده؟ آدم. ایره کی ساختای؟ آدم. زمینه کی ساخت؟ من همی پلاسو را کی ساختای؟ آدم. همه همی را کی دوختای؟ آدم. همو در این صفت خلق آفرینیش با خدا شریک بودیم. خدا یه مخلوق خلق کرده بوده که می آفریده. انا برای انامین وقتی که آدم امروز رنگ آدم کرد، گرمدهی را آدم کرد، تریزه را آدم کرد، ایده عقل آدم گیریم، همه را خدا آفریده. آفرنده خدا را به یه مخلوق خلق کرده که این می آفریده، ایجادیات میکرده. تا در خدا نه آفری که دروغ حرامه، شریعت هر روز تریزه دروغ حرامه. شریعت هر روز تربیت کرده است که دروغ حرامه، دروغ حرامه. اگر همو ارگان در خود نه آفری، چخلی که تریزه رو آفریدی، بو انامی خیلی در خود نیروم آفری که دروغ حرامه. انامو روز با تربیه شریعت گوش میکنیم. همین قدر گب میزنیم که صف در روز بسته، مردم نمیسته. او شریعت گوته است صف در روز سخی. همین در بدنش خلق نکرده است صف اسیره. همین قدر میگیم که عزیز و همین کارو نکنی میکنه مردم. وقتی در بدنش همین ارگان ناآفرید است، شریعت تربیت داده است. شریعت اسلام 1400 ساله میگه اوت تقم نته. 1400 ساله میگه دایوس نشو. 1400 ساله میگه دروغ نگو. 1400 ساله میگه نشماندی نکو. 1400 ساله میگه عرق ننوش. 1400 ساله میگه ظلم نکو. لیکن مردم در خودش همرو چیکار نمیکنه؟ خلق نمیکنه. ای به شریعت یا ای به آدم خودش و ای به خودمونه. یوخی همین یک مراتبه اگر همی بینه که یک دمی بیرون یک ماشین بالاش چراغک داره، همه گرفته میره که دوجه استودیو ها خلق کرده بد نشه. گریسکی میقپم، گریسکی داکیومنت میبینم و یک ما بود خدای نه که همین در دروی روز همین کس نمیمونه. اخلاق قاعده خلق کرده بد نشه که گریسکی میقپم و چی وای دروغم خنه میگریزی، چی بای زینو هم خنه میگریزی، برای چی ای تحمد هم خنه میگریزی، برای چی ای ظلم هم خنه میگریزی. معلومه که اخلاقی که خدا داده ما خلق همو را گوش نکرده استی. انا میره میگن سیوم ریشه دین نموشه بده اخلاق. ای اخلاق کم میگن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول نوزنین ما را خداوند ای روی چی وصف میکنه؟ اخلاق. ای روی اخلاق پیغمبر خدا وصف میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین اخلاقی که جبرئیل امین آمد پیغمبر قتی وا خورد. انا همون روز پیغمبر چی تعلیم داد جبرئیل؟ دین. قتی جبرئیل قتی رسول چی خلیشتن همون روز؟ دوزانوگا چیزو چی خلیشتن؟ شما مردم امروز دوزانوها نمیشینا، خیلی مالگو میونش درکنه، زانوش درکنه، خیلی پیر شده کوچش درکنه مایلش. لیکن چی به امروز مردم دو زانوگر را گم میکنن؟ برای چی؟ اولین حدیث صحیح که او را فوندامنت اسلام میگم همین حدیثه. همین حدیثه چی میگم؟ و آخری جبرئیل با رسول الله
فوندامنت اسلام. جبرائیل امین آمد فسنه در رکبتیه الی رکبتیه، زانوهاش به زانوهای پیغمبر نزدیک کرد، دستاش در بالای چی مون؟ زانوهاش مون. امروز با صحبت میکنیم که اسلام دین اخلاق های برادر رو مسلمان اگر ششتن نداشته باشن هیچ کس نمازی به احمد میتیه، نماز و روزه و هیچ کس اهمیت نداره، مسلمان اخلاقش در کاره. عزیزم چهره مونه مسلمانی میکنیم، بیا رفتار مونه مسلمانی کنیم، اخی بیا رفتار مونه مسلمانی کنیم، اخلاق مونه مسلمانی کنیم. تا اخلاق نباشه، تا ما دخمون نه آفریم که گناه چیه، ضرر چیه، فایده چیه، ثواب چیه. عزیزو این مسجد آمدن، این حج رفتن و این ششتن و فایده نداره، باید ما دخمون آفریم که گناه گناه های، عذاب عذاب های، جنت جنت های، دوزخ دوزخ های، غضب الله هست های. این را میگن عزیزو اخلاق. خداوند میگن نزد من دین دین اسلام های. ها اسلام سه شاخه داشته های، دین سه شاخه داشته های: احکام عقاید، احکام اخلاق. چقدر این کلاسیک های مدن برای اخلاق گفتن. ای پدر علم اخلاق ای سعدی، پدر علم اخلاق ای جامی، ای چقدر اینو گپ میزنن. دیروز من یک صحبت کردم که ما را با بزرگامون میشناسن، با نمی مردم گفتن اینو بزرگ گفتن میگردن. آخه وای هزار سال گذشته نامی سعدی را میگیرن، قدی نامی رومی، نامی من خطا کی میگیره؟ و کی میگیره این نامی من و نامی خطا؟ عزیزم همین روز مور، همین روز ایاد زن گودکت میبرویی، لیکن در این تاریخ نامی وای مونده هزارها سال شد نامی وای بنی کی میمونه. نامی رومی را میدونی؟ نامی رومی را کتابش معنیش قرآن در زبان فارسی های ما چیکار کردیم؟ یک ورق نامون اول نوشته نمیتونیم. اما ما را با بزرگامون افتخار داریم، با ما اخلاق نویسامون. چی به امروز بد اخلاق زیاد شد؟ برای چی امروز به معنی زیاد شد؟ برای آن که دیگر کتابی سعدی و بیدیل و حافظ نمیخونه مردم، ششت خیز نمیدونه. اینکه لالا خلق عظیم، اخلاقی تو پیغمبر بزرگای، به نماز و روزه پیغمبر هیچ کس ایمان آوردگی نیست، به اخلاقش ایمان آوردگی هم. اخلاقا باید بلند باشه، بسیار بسیار اخلاقا پس شده گیا. اینه همینجا دعوت میرم و صحبت میرم و رو بروی آدم میبین، آدم ها میستن راست نگاه کرده میستن، نمیدونم چه خیلی اخلاق های و چه خیلی تربیه های و یک کدام مادر تربیت کرده گیا و یک کدام پدر تربیت کرده گیا. این همه رو برود میست نگاه کرده، یه برد و برنی هفته هاش قدشم خودت شده است. حتی که پیامبر در منبر گپ زده است، صحابه می بیاد سفاره نخه کنده کنده کشاده 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 پیش رسول الله می بیاد، مردم با دقت گوش کرده است، پیامبر میگه ای دشمنی خدا برای جا. صحابه را میگه ای چه خلی اخلاق قیدت بروی مردم با بول مردم گذشته استی، ای دشمنی خدا میگه بیشی جوده ای. چی میگه؟ کدام کلمه قدی میگه؟ دشمنی خدا حدیث از صحیح بخوریه. یا عدو الله میگه ای دشمنی خدا بشین جا ده، او چی خیلی اخلاق قیده تو، او چی خیلی آداب های مردم دیده است که امری معروف گوش داره، مردم خدا سخنی خدا و رسولش گوش کرده است، این چی خیلی تربیت های که تو مردم فرق کرده فرق کرده پیش میبیوی، دیدی که همه جا پره همه جا که داشین. این اخلاقی رسول اکرم های برای نمین عزیزات سیم شاخه دین ما اخلاق هنه که افسوس در باره اخلاق به حد کم های، در باره اخلاق کم گم میزنن، در باره اخلاق بینی های در تمام جهان صحبت کم های. چی با وقتی که آدم عقیدش درست نباشه، احکامش درست نباشه، اخلاقش درست نباشه، انا قرآن گم میزنن کن چی سر میشه و میگه فمختلف اللذین اوتو الكتاب. وقتی عقیده درست نباشه عزیزو، وقتی اخلاق درست نباشه، وقتی حرام حلال شناسی درست که نباشه، چی سر میزده عزیزو؟ اختلاف. اختلاف های کجا پیدا میشنه؟ ای بد اخلاقا. اختلاف های کجا پیدا میشوه؟ ای آدمایی که علم ندارن. اختلاف های کجا پیدا میشوه؟ از آدمایی که حرام حلال نمیشناسن و حرام خورده، بدن سخت شده، خون حرام شده، گوشت حرام شده، او دوست میداره که اطاعت شریعت کنه، او دوست میداره که شریعت پیرو باشه. انا اختلاف اینجا پیدا میشده. یکم اختلافی که در تمام دین ها پیدا شد نامی را چی میگفتن عزیزان؟ ظلم.
نامی چی بده است؟ ظلم. حضرت موسی علیه السلام می بیا بنی اسرائیل نجات می تیا می بیاره در این پیره دریان می مونه، فرعون می مره، فرعون می بینن مردن شه. اما یک چیز هست که موسی علیه السلام میگه من 30 روز در بین شما نمیشم. چند روز؟ 30 روز در بین شما نمیشم. در این 30 روزی که در بین شما نمیشم باید برای من کتاب نازل شود. حضرت کوی طور میروند، در آزا میکشه 40 روز تورات نازل میشود، میبیاید در 40 روز اینه بین، در 40 روز از روی ظلم مردم با پررگی گوساله پرست شده. میبیاید که ایمو تیله ها گوساله راست کردهان، سامری به میان آمده، مردم به امری گوساله پرستی دعوت کرده، تنه های گوساله را سوراخ کرده، شمال میدراید، ای دهن گوساله صدا میبراید، میگه هازا اله حکم و اله موسا، این همیه خدای موسا و خدای شما. ظلم بین چخل در جونشون ظلم میکنن. حضرت موسی علیه السلام میبیاید که در همینجا با پررگی چی خسته؟ اختلاف. با پررگی چی خسته؟ اختلاف. ریشه اول اختلاف عزیزان عقاید میخیزد. چی با؟ اینا 400 سال در مصر بت پرست بودن. چی بودن؟ بت پرست. 400 سال بت پرست بودن. عزیزان آرمان و رسم و آیین از خونی آدم دور شدنش خیلی قینده. در بدنشان انامین آمونیزم بود، گاو پرستی. آمدن با همو گاو راست کردن، گاو پرستیش کردن، با چشمی سر دیدن موجزه های موسی علیه السلام. اما نشکری ظلم دیده بیرون آمدن. بعد از اون بنی اسرائیل با چند گروه تقسیم شد؟ 71 گروه. اختلافات ای چی سرش در ریشش؟ ای ظلم. دویوم در بین مسیحی ها، حضرت مسیح ها چقدر آزارا دادن این یهودی ها، چقدر غمش دادن، چقدر بی آدابی ها کردن، حتی که فرزندی خدا خودی خدا گفته تنه هاش زدن. بعد از این حضرت وقتی به عثمان رفت حضرت عیسی علیه السلام، مسیحیت به چند گروه تقسیم شدن؟ 72 گروه. اختلاف بین ریشش ای کجا سرش دستن؟ ریشش ای کجا سرش دستن؟ ریشه ای کجا سرش دستن؟ احکام. ریشه ای کجا سرش دستن؟ بد اخلاقی. ای همه با جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که امتی من چند گروه میشوند؟ 73 گروه میشوند. بسیار این گروه از بین نیست شدن. ممکن که مونده باشه 15-20 تاش، یا ممکن مونده باشه 50 تاش، یا ممکن 15-20 تا این منقرض شد، برفت از بین گم شد. لیکن این گروه ها موندن. برای انا همین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که 72 تا این جهنمیه یک تاش اهل بیشتر. ریشه ای چی میخواد عزیزو؟ ای ظلم. ریشه چی میخیزن؟ ای ظلم. ولی اکنون ما داری با تو صحبت میکنیم که اختلافات در کجا پیدا میشود. چی با مردم دست باز؟ یک پیغمبر، یک قرآن، یک کعبه، یک قبله، چی با دست با دومان یا دیگری سر نمیتیم؟ همین سبب چیه که دست با دومان یا دیگری سر نمیتیم؟ تو باید این خیل کنی، تو باید این باشی، تو باید این باشی، تو باید این باشی. ریشه اساسی در کجا سر میشن عزیزان؟ ای ظلم. انا همیجا سر میشم با ای عقیده، ای احکام، ای اخلاق. با پس صحبت میکن در برای اختلافاتی که امروز دامن هر یک مسلمان میگیره. اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی اصحاب الاجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صفاتون روز گیری عزیزو، تلفن ها رو خاموش کنین، آماده با نماز باشین.